درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. تسلیت میگم به خاطر کشته شدن این توله خرس نازنین توسط این وحوش در سوادکوه مازندران. متاسفانه مردم این مناطق کوهستانی بسیاری از اینا هنوز از نظر فرهنگی رشد پیدا نکردن. اینا تا یه حیوان میبینه سریع فکر میکنن که باید بکشن. این قتل در فرهنگ اینا نهادینه شده. الان شما مثلا در کشور خارجی اروپا خیلی حیوان ها مثلا گوزن و آهو اینا تو خیابونا تو جاده راحت قدم میزنن، هیچ کسی اینا رو کار نداره و نمیکشه. یا مثلا میوه های درخت هایی که گیلاس و درخت های میوه همه تو خیابونا هست و بلورا هست، هیچ کس نمیکنه اینا رو. اما تو ایران وحشی بازیه، یعنی که هر حیوان دیدن میخوان بکشن، کبوتر دیدن بزنن بکشن، حالا شیر و چی پلنگ و خرس و اینا که بماند، اصلا تو مغزشون شده که حتما باید بزنن بکشن. گربه کشی، سگ کشی، این توحش به خاطر اینه که اصالت ایرانی من از فرهنگ ناب زرتشتی من دور شدیم و وحشی شدیم. شما اگر قوانین حیوانات رو در کیش زرتشت و ایران رو باستان مطالعه کنی اصلا متحیر میشی چقدر ایرانی ها نسبت به حیوانات چی داشتن، احترام داشتن و اعتقاد به همشاسپند بهمن یا وهومن یا اندیشه نیک باعث شده که رفتار نسبت به حیوانات کاملا متمدن و مترقی بوده و خاطر همین ما ایزد درواسب یا گوش داشتیم. 4 روز در ما به احترام حیوانات گوش نمیخوردن. البته زرتوش کامل گوش خوری رو ممنوع کرد، بعدها دوباره ایرانی ها تبصره زدن کردنش 4 روز که شامل روزهای میگم بهش نبر، روزهای وهمن، ماه، گوش، رام، هر 4 تا ایزد یه جورایی به حیوانات و چراگاه ها ارتباط دارن. و این اعتقادات مذهبی ایران باستانی باعث شده بود که ما نسبت به درختان و حیوانات یه رسپکتی، یه احترامی داشته باشیم. الان به خاطر دور شدن از این آرمان ایرانگرایی و ایران و باستان اینجور وحشیانه یک حیوان رو کشتن. قبل از این هم تکرار شده و واقعا جا داشت رهبر یک کشور به خاطر کشتن آقای خامنه ای به خاطر کشتن یک خرس تسلیت بگه و به کل واقعا افت فرهنگیه و این هم حقش مانند حق انسانه، حتی بالاتر از انسانه، چون که اینا ستم واقع شدن، زیستگاه اینا، زیست بوم های اینا خراب شده. به همین دلیل من با افزایش جمعیت در ایران همیشه مخالف بودم و این افزایش زاد و ولد و جوجه‌کشی به خاطر رقابت دینی نمیدونم با اقوا با ادیان دیگه یک حماقت محض. جمعیت دنیا باید بشه که الان 10 میلیارده باید بشه 3 میلیارد، چون که ما کنترل این 10 میلیارد انسان خطرناکه. اینا اصلا نمیتونن رسپکت داشته باشن به محیط زیست، به جنگل داغون شده در دنیا، همه چی از بین رفته، زیست بوم حیات وحش از بین رفته. حالا تو ایران این 80 میلیونمون اینقدر آدم وحشی نسبت به محیط زیست و حیوانات زیاد هستن، حالا اینو بکنه 200 میلیون در نظر بگیرید چی میشه. بدون که اینا رو تو آموزش پرورش تو تلویزیون آموزش بدن که احترام داشته باشن به محیط زیست، به حیوانات، کشتار نکنن، تا مجلس اصلا باید قانون تصویب بشه که نسبت به حیوانات حتی قصاص باید بذارن. کشتن این خرس مانند کشتن یه آدم، حتی باید قصاص بذارن. دیهش هم دیه انسان باید بیشتر باشه، باید در ملعام تنبیه بشن، شلاق بخورن، بیابرو بشن، کسی جرأت نکنه. از اشتباهات دیگه تو کشور ما حمله به محیطبانای عزیز است که محیطبانا همیشه در معرض اعدام هستن، مثل جان دارن میدن تو کوها و جنگلها و این به خاطر این دستگاه قوه قضاییه حمایت از محیطبانها نمیکنه، همیشه حمایت از شکارچیهای قاچاقچی میکنه و این خیلی بده. از آقای رئیسی امیدوارم اگه یه روزی بشنوه این ویدیو رو درخواست داریم که یه تحولی در قوه قضاییه ایجاد کنه در راستای حمایت از حیوانات، در راستای وهومن، همشاسپند بهمن. اصلا کل فرهنگ ایران باستان در کرامت حیوان بود، پاسداری از حیوانات بود و بالندگی فرهنگ ما نوع نگاهی بود که ما به حیوانات داشتیم و اینا آفریدهای خدا هستن و ما از اینا برتر نیستیم. هر کس گفت انسان مخلوق برتر هست این واقعا مزخرفه. هیچ وجه انسان برتری نداره نسبت به حیوانات و همه ما با حیوانات در یک سطحیم و از یک از مشخصات آخر زمان برابری ما با حیوانات هست و اونا رو صاحب نفس، صاحب روح و صاحب اختیار و
صاحب احساس هستند، هیچ فرقی با ما ندارند. حیوانات با ما، و متاسفانه سطح توحش ما بالاست، فرهنگ ما پایینه. اینا تو آموز پرورش به بچه ها آموزش داده نمیشه، تو تلویزیون ها گفته نمیشه که ما باید نسبت به اینا یه احترامی داشته باشیم، نسبت به حیوانات رفتارمون رو درست کنیم. این مخصوصا تو مناطق کونشین و روستایی که اصلا چنین آموزش های وجود نداره و همه تفنگ شکاری دستشون تا یه عقاب دیدن میزنن میکشن، در حالی که همون عقاب بالای مزاره پاسدار مزاره است، موشا رو میخوره، از مزاره پاسداری میکنه. یا یک سوسماری است که شبیه به ماره، 1 متر، بهش میگن لوس یا لوسمار یا بهش میگن پیت لوس، و اینو تمام کشاورزا میکشن، آگاهی ندارن که بابا این مار نیست، سم نداره، این بعد میاد لیسک و حلزونای مزاره رو میخوره و مفیده، نگهبان مزاره است. ولی مردم میزنن نصف این مارهایی که میزنن میکشن، 70% این مارهایی رو که میزنن میکشن مارهای بیازارن، اصلا سم ندارن، ولی مردمشون نمیشناسن، میزنن این مارها و این مارمولکای بی دست پا رو میکشن. و متاسفانه فرهنگ خیلی پایینه. ما با خاطر همین همیشه من تاکید دارم به ایرانگرایی برگردیم، چون ایرانگرایی واقعا ارتقا میده سطح فرهنگ ما رو، نوع نگاه ما رو به دنیا، به محیط زیست، به حیوانات و به گیاهان. و اون نقطه آرمانی ما نخوردن گوشت هست و کشتار نکردن حیوانات هست. و همطور که بارها گفتم، یک از اسطوره‌های زیبا که در شیعه وجود داره در مورد آخر زمان هست، اینه که انسان و وحوش با همدیگه به صلح میرسند، و این زیباترین چیزی است که احتمال تحققش بسیار بالا هست. امیدوارم قوه قضاییه، صدا سیما، آموزش پرورش و فضای مجازی، خودش الان یه قوه است، یه قوه در حد مجلس و در حد قوه قضاییه و اینا هست. ما فضای مجازی رو جدی بگیریم، مثل یه قوه باش رفتار کنیم، یه قوه حکومتی حاکمیتی، و فرهنگ رو اصلاح کنیم و اینطور به حیوانات جفا نکنیم. یک از راهی که شما شخصا میتونه به جان جهان که بهش میگن گوش اوروانه در اوستا، اینه که حداقل اینه که گوش کمتر بخوری. هرچی گوش کمتر بخوری، شما به محیط زیست و حیات وحش دنیا کمک کردی و این خیلی خوبه. و اینقدر ولع داشتن برای خوردن گوش، یعنی حمایت از کشتار. و چقدر نفرین شده تو اوستا به کسانی که کشتار میکنن، گاو رو میکشن، گوش رو میکشن، نفرین شده. و این اعلام شده که تا زمانی که این کشتار وجود داره، جهان به صلح جهانی نخواهد رسید، آرامش در جهان حاکمیت پیدا نخواهد کرد. تا زمانی که بشر با حیوانات به صلح نرسه، در جهان صلح ایجاد نخواهد شد. راز اول و رمز اول صلح در حیوانات است، به احترام به حیوانات است، و واقعا دردناک و جای تسلیت داره که رهبری مملکت بابت این وحشیگری تسلیت بگرد. دو جهت، از این جهتی که فرهنگ ما پایینه و وحشی هستیم، و از جهت قتل یک جاندار، یک جانوری که صاحب کرامت، صاحب اختیار، صاحب نفس، روح، جان، و از مقامش هم از انسان وحشی بالاتره. من دوباره تسلیت میگم کشتن این خرس، طول خرس رو، و امیدوارم فرهنگ مناطق کونشین افزایش پیدا کنه و بدرود.